حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن ما را همراهی میکنند. آقای هاشمیان، بحث آتش‌بس مورد تایید هم حماس قرار گرفته و هم اسرائیل، فکر میکنید چه تأثیری میتونه داشته باشه در صورتی که اتفاق بیفته روی روند جنگ؟ این تأثیر خیلی زیادی داره، کمک میکنه به محور اون کسانی که خواهان پایان دادن به این جنگن. تحرک اونها را بیشتر خواهد کرد، اهداف اونها را بیشتر در تیررس قرار خواهد داد و در واقع این موضوع به عنوان یک موضوع راه حل که بایستی بر اون تاکید بشه بیشتر مورد توجه قرار میگیره. و معتقدم که جنگ تا اینجا بر طبق اون چه که اسرائیل میخواست پیش نرفته. طبعا حماسی ها هم شکست هایی رو داشتن در طول جنگ، منتها الان وضعیت این گفتگوها و مسائل مربوط به آتش بس میتونه یک وضعیت جدیدی رو در وضعیت غزه تحمیل کنه که ممکنه ما رو از این شرایطی که الان در اون هستیم به شکلی خارج کنه. فکر میکنید چقدر احتمال وجود داشته باشه آقای هاشمیان که در واقع مشکل فلسطینی‌ها حل بشه با راه حل‌هایی که کشورهای عربی دارن پیشنهاد میدن، از جمله تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین بعد از جنگ و خب سرمایه‌گذاری کشورهای عربی در غزه؟ الان در مورد تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی تقریبا تمام کشورهای دنیا جمله کشورهای عربی دنبال اون هستن، منتها تنها کشوری که مخالفت میکنه اسرائیل. و اگر دولت‌های تندرو در اسرائیل باقی بمونن همون چشمانداز قبلی رو میخوان دنبال کنن که فلسطینی‌ها وضعیت داخلی مناطق خودشون رو اداره کنن و مسائل امنیتی و مسائل نظامی به عهده اسرائیلی باشه. معمولا مسائل امنیتی و مسائل نظامی همیشه تنش آفرینه. اون چه که ما در کرانه باختری میبینیم، هر روز دستگیری وجود داره، هر روز حمله به خونه‌های مردم وجود داره و هر روز حمله به نیروهای اسرائیلی وجود داره. و بنابراین اگر همین وضعیت رو ما در غزه پیاده کنیم، این تنش ها همچنان ادامه خواهد یافت. بایستی یه فکر اساسی انجام بدیم و این موضوع سرمایه گذاری میتونه تشویق دهنده است و همونطور که در قبل هم بوده میتونه تشویق دهنده است که قضیه رو به طرف سازندگی، به طرف آبادی و به طرف صلح پیش بکشه. و من معتقدم همه کشورها هم حاضرن در مناطق فلسطینی سرمایه گذاری کنن. شما الان فقط نگاه کنید به وضعیت غزه، تو هر گوشه یک بیمارستان میبینید که اکثر این بیمارستان ها توسط کشورهای خارجی به خصوص کشورهای مسلمان و عربی ساخته شده و بنابراین کشورهای عربی و اسلامی و حتی کشورهای جهان حاضرن که به این شکل در این منطقه کمک کنن و سرمایه گذاری کنن و منطقه را به طرف صلح هدایت. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن، بسیار ممنونم از توضیحات شما.